سازمان دموکراسی انترنشنال 3 گزارش تحقیقیش را به نشر رسانیده است و این سازمان در گزارش خود گفته است که 93% شورای ملی کنمندگان مردم افغانستان هستند و حکومت ناراضند. بر بنیاد این گزارش تنها 7% نمایندگان پارلمان تایید کردند که حکومت در مسیر درست در حرکت است، اما اکثریت این نمایندگان ابراز نگرانی کردند که سران حکومت راهکارهای نادرست را در پیش گرفته است. بر بنیاد این گزارش مجلسان شورای ملی از حکومت فاصله گرفته و علت آن افزایش ناامنی ها و فقر خوانده شده است. متاسفانه که اعتماد به حکومت وحدت ملی کاهش یافته در بین اعضای شورای ملی افغانستان. ناامنی، فقر، اقتصاد ضعیف و همچنان ایجاد فاصله بین مردم و حکومت یکی از مشکلات عمده ای است که اعضای محترم شورای ملی در به او اشاره کردند و همچنان مسئله بسیار عمده ای که وقتی که از اعضای محترم شورای ملی ما پرسیدیم که آیا کشور به سمت درست حرکت میکنه یا به سمت غلط، فقط 7% اعضای شورای ملی گفتند که کشور به صورت به سمت درست حرکت میکنه، که نشان دهنده از این است که ما مشکلات عمده را در سیستم حکومتداری افغانستان داریم. در 3 گزارش انترنشنال آمده است که از میان مجموع نمایندگان مردم در شورای ملی تنها 40% آنها موافقت کردند که هرگاه طالبان قانون اساسی را پذیرفته و دست از خشونت‌ها بردارند، زمینه اشتراک گروه طالبان در نظام افغانستان فراهم خواهد شد. اونا به این باور هستند، گفتند که بله، اگر طالبان این قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، جنگ توقف بتن، ما حمایت میکنیم که طالبان خود شامل یک حزب سیاسی شوند، در پست‌های حکومتی مثل والی و وزارت تعیین گردند، در شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی خودشان را کاندید بکنند، در انتخابات پارلمانی خودشان را کاندید بکنند. با وجود از اینکه فیصدی اینا چیزی هم گفته که موافق هستند که طالبان خودشان را به پست ریاست جمهوری هم کاندید بکنند. در بخش از گزارش تحقیقی از سازمان دموکراسی انترنشنال آمده است که اکثریت نمایندگان مردم افغانستان در حال که خواستار تغییر نظام شدند، نیز از کارکردهای رهبران حکومت وحدت ملی به شدت ناراضند.